سلام سلام، صبحتون بخیر باشه. این ویدیو رو جمعه گرفتم 18 اسفند و الان که دارم برای شما رو صدا میذارم شنبه است، حدودا 6 صبح. به خاطر همین صدای ناجور من ناجورتر شده، به بزرگی خودتون ببخشید. جمعه ها برای ما یه قانون میشه گفت نانوشته داره که باید به هر شکلی شده خودمون رو به خونه مامان بزرگمون برسونیم. هر کسی مامان بزرگش رو یه جوری صدا میکنه، ولی خب اون چیزی که من متوجه شدم عنوانی که ما براش استفاده میکنیم یکم با بقیه فرق داره. مثلا خب خیلی ها بهشون میگن مامانا، مامان جون، مامان بزرگ، ننه، بیبی، اینها. ما به مادر بزرگ مادریمون میگیم مامان عزیز. خلاصه جمعه وقت رفتن و سر زدن به مامان عزیز بود و جاتون خالی. با اینکه معمولا خودمون وقتی نهار درست میکنیم همراهمون میبریم تا کمتر اذیت بشه و تو آشپزخونه نره، ولی این بار مثل همیشه استنبولی درست کرده بود و خیلی هم خوش گذشت. یه آدمایی هستن که یه سری محیط ها رو برای تو خوشایند تر میکنن. مثلا من شخصا یه منطقه رو ممکنه دوست نداشته باشم، این محله رو اصلا ازش بدم بیاد به خاطر بی امکاناتیش یا دور بودنش یا هر چیزی، ولی وجود اون آدما توی اون منطقه تنها دلیلی میشه که من سر از اونجا در بیارم، وگرنه 100 سال سیاه من با اونجا نمیذاشتم. باغچه مامان بزرگ هم یه روز براتون ویدیو میگیرم، شبیه جنگل کوچیکه ها، ولی هر چی توش بکاری در میاد. خیلی باغچه آفتابگیر و سرزنده با یه بیشک که شبیه تاق شده و کلی لادن و نرگس. البته بهار که اومده نرگس ها هم دیگه فصلشون رفته و خوش شدن، ولی خب این باغچه همیشه یه سالی سبزی داره برای خودش، حتی توی خورما پزون. یه چیزی که از دیروز فکرمو مشغول کرده و البته شاید خیلی جامعه تر بخوام توی یه پست شخصی شبیه اون چیزی که توی درد و دل باهاتون میگم، یعنی فیس تو فیس صحبت کنم، فعلا میخوام همین جور کوتاه بگم، اینه که ما چرا انقدر غریبه پرستیم؟ چرا اون چیزی، اون آدمایی که دور بر خودمون داریم و چه ارزششون رو نمیدونیم؟ یعنی هر کاری برامون بکنن به چشممون نمیاد، ولی یه حسن قلی خانی از بیرون بیاد یه کاری بکنه، وای میمیریم براش، جون میدیم براش. نمیدونم، گاهی اوقات فکر میکردم این یه مسئله نژادیه که مثلا فلان قومیت اینطوری هن، فلان ها اینطوری هن، غریب پرستن، خودی سوزن، ولی الان که دارم فکر میشم که اصلا ربطی نداره. چرا بعضی اینقدر آدم ندیدن؟ چرا اون کسایی به درد بخوره که دور خودشون هستن همیشه دارن بهشون خدمات میدن و نمیبینن؟ این خیلی وحشتناکه. یعنی خودتون یه خورده فکر کنید ببینید چقدر آدم این مدلی دارید. منم زیاد باهاش روبرو میشم و اصلا حس انزجار به هم میده که دیگه اون کار خوبه رو حتی اگر کوچیک، حتی اگر ناچیز انجامش ندم. چرا؟ چون این مقایسه حالمو به هم میزنه. یعنی دقیقا حالت تعب پیدا میکنم. هر کسی به هر شکلی که داره برای ما کار رو انجام میده اهمیتی نداره، خودی باشه یا غریبه، با ارزشه. ولی ما چرا هیچ وقت اون محبت و لطفی رو که کسو کارمون، خانوادهمون اینا میکنن نمیبینیم یا دوستای صمیمیمون؟ فکر میکنیم وظیفه‌شونه. وظیفه هیچ کس نیست مهربون باشه. اصلا یه چیز ذاتیه، یه چیز درونیه. همونطور که پدر سوخته بودن یه چیز ذاتی و درونی هست، من فکر میکنم محبت و اینجور کارا هم از خود گذشتن و فداکاری هم یه چیز درونیه. یه خورده اگر داریم از نعمت‌های هر روز استفاده می‌کنیم، اگه هر روز مثلا باباتون میرسونتتون فلان جا، داداشتون براتون فلان کارو می‌کنه، مادرتون این کارو می‌کنه، اون کارو می‌کنه، از تایم خودش می‌ذاره، نگید وظیفه‌شه. نگید که آره نه اون نکنه کی بکنه. نه، وظیفه هیچ کس نیست. ببینید، مقایسه کنید، ببینید از وقتی که بزرگ شدید چه آدمایی در خدمتتون بودن بدون هیچ چشم داشتی، ولی شما ندیدیدشون، اصلا براتون مهم نبوده. چرا؟ چون همیشگی بوده. یه چیزی میگن لطفی که همیشگیه وظیفه است، یه همچین
جمله ای هست. من این بخش کوه ها رو که میبینم واقعا حس میکنم وسط خرم آبادیم، داریم میریم سفر و اینها. خلاصه که دلم خیلی بیشتر از این حرفایی که زدم پره، ولی نمیدونم، حس میکنم گفتنش هم نمیتونه حالمو خوب کنه. یه وقتایی میشه ها جواب میده این صحبت کردنه، ولی یه وقتایی واقعا موثر نیست دیگه. انگار هر چی تکرار میکنی، هر چی به زبون میاری، چون دوباره میدونی بعد قرار اتفاق بیفته، میگی که خوب ولش کن دیگه، دیگه این نفهمی وجود داره، من چرا انقدر رنج بکشم. یکی دو روز پیش روز درختکاری بود و ظاهرا شهرداری لطف کرده یه خورده توی بلوارا نهال زیتون و شاتوت و این چیزا کاشته. خیلی خوب میشد اگر، چون این نهال ها در میان واقعا با اقلیم ما سازگار، اگر بهشون رسیدگی میکردن یه انقلابی بود توی پوشش گیاهی احواز. از بس که هر جا چشم کار میکنه مورد کاشتن و میگه گیاه بی حاصلت. یادمه یه مدت میگفتن که برای محیط زیست و این چیزها شاید قشنگ باشه، ولی از نظر تنفس اختلال ایجاد میکنه، باید از بین بردشون. دم خونه ها به زور میکاشتن اون موقع، یادمه میگفتن حتما باید بکارید، اگه برداریدش شهرداری اینو میاد از شما جریمه میگیر و فلان میکنه. ولی هرچی هم که کاشتن اومدیم، یکم در خونه ما بود فکر کنم، اونو کندیمش، و چون به خاطر اینکه رفته بود توی فاضلا با انقدر ریشش ناجور بود، با اینکه مثلا درخته اون مرده مثلا عمر زیادی هم نداشت. خلاصه به مناسبت روز درختکاری کارای کردن، امیدوارم همینطور که بس که نه، همونطور که نهال رو میکارن یه فکری هم به حال نگهداریش بکنن، چون نگهداری خیلی مهمتر از اون کاشتن است. کاشتن که کاری نداره. اتفاقا نهال های خیلی ضعیف و کوچولو موچولوی هم بودن، چون چند وقت پیش که برادر من رفته بود نهال بگیره، انقدر نهال بلند و بهش حتی چند تا دونه اون میوه تو این چیزا بود که من کلی ذوق کردم، گفتم چقدر خوب، پس این یه نهال قویه که موندگارم هست. خلاصه این که احواز و یه خورده دم عیدا همیشه یه تکونی بهش میدن و یه کارایی میکنن که آدم خوشحال بشه، یعنی حس خوبی بهش بده. امیدوارم امسال هم حس خوبی به همون بدن با این کارها و یه زوری بزنن و بوی عید بیاد. حقیقتش رو بخواید، من که چند وقته با اینکه بیرون نرفتم مرکز شهر، چون فکر میکنم تو مرکز شهر بیشتر حس میشه، توی اون جدی کیان پارس زیتون چندان اون تب و تاب عید رو ندیدم. حالا نمیدونم، یا من تایم خوبی نرفتم یا هر چی، ولی دلم لک میزنه توی این فضای قبل از عید مرکز شهر برم و براتون ویدیو بگیرم. کار خیلی پرریسکه هم هست اگر شلوغ باشه، ولی اون باحاله. مثلا یه جا داره موزیک پخش میشه، اونجا دارن چه میدونم آجیل میفروشن، این بر سبزه میفروشن، اون بر جار میزنن، یه چیز رو حراش کردن. خیلی حس زنده و خوبی داره مرکز شهر توی حال و هوای عید. و اینکه امیدوارم واقعا این حال و هوای عیده حس خوبی به همون بده، یه تکون به همون بده و امیدوار باشیم به سالی که داره میاد. سالی که گذشت خوب خوب بود به اندازه خودش، و یه کمی دلگیر بودم ازش. راستی شما هم قبل از رسیدن تعطیلات عید تصمیم میگیرید که وزن کم کنید؟ من الان 3 هفته است دارم تلاش میکنم وزن کم کنم، ولی انگار نتیجه معکوس میده دیگه. واقعا خودم شوک شدم، نمیدونم چرا این اتفاق میفته. ولی خب اگه روشی دارید، یه روش آسون برای وزن کم کردن، حتی در حد 2-3 کیلو هم من کم کنم هیجان زده میشم، بیاید در میون بذارید. بحث عیدش هم نیست، انگار قبل از عید دادم به خودش میاد. شاید به خاطر اینه که حجم زیادی از فامیل و اقوامی که ممکنه مثلا یه سال ندیده باشیشون میان و میرن، و تو ترجیح میدی که تو رو با یه فیزیک زیباتری ببینن، نه اینکه تنزل کرده باشی و کلی اضافه وزن داشته باشی. خلاصه
آهان، من یه چیز دیگه هم بگم. من حدودا 3 هفته است که شکر مصنوعی رو گذاشتم کنار، ولی البته دیروز یه چند تا شیرینی تر خیلی خطرناک خوردم، منتها خب ذاتا گذاشته بودمش کنار دیگه خدایش، ولی بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. البته میگن توی بدن یه چیزایی میشه، اتفاقای مثبتی میفته. حالا امیدوارم که اینم جواب بده، حداقل دلم به این خوش باشه که من این چیز مضر رو کنار گذاشتم. تجربه متفاوتیه، چون آدما عادت کردن به یه سری شیرین کردن های مضر. مثلا من اگه بخوام پنیر رو گردو بخورم حتما باید چای صبحانم شیرین باشه، وگرنه در کل اصلا اهل چای خوردن حتی نیستم، یا اینکه تلخ میخورمش. ولی عادت های غلطی داریم ما توی صبحانه خوردنمون به شکل سنتی، یعنی اگه بخوایم اون صبحانه ایرانی رو بخوایم به شکل سنتی بخوریم کلی عادت غلط داریم. خلاصه اینکه تنتون سلامت باشه اگر این ویدیو رو دارید تا انتها میبینید، چون بعضی ها تنبلیشون میشه و گذر میکنن، و هیچی با ارزشتر از سلامتی و بعدش هم آرامش نیست. مستقیم سر